سلام خدا سلام و عرض ادب و احترام خدمت شما شاگردای عزیز و گرامی سنف نهم امیدوارم که جور و سهدمند باشید شاگردای عزیز به مضمون ریاضی بسیار زیاد خوش آمدیم خب شاگردای عزیز و گرامی ما و شما مضمون ریاضی را با همدیگه میخوانیم درست است فصل چندم هستیم فصل پنجم افاده های الجبری درس هفتم ما و شما امروز هست و بخیر درس امروز که خواندیم فصل پنجم ما و شما خلاص میشه و درس بعدی را بخیر فصل شش شروع میکنیم درست است خب شاگرده عزیز اهدافی که در درس امروز ما و شما دنبال میکنیم سه است یک چی است ترتیب انجام عملیات در افاده های الجبری سه است و دوم چی است ناطق سازی مخرج کسر یا گویا کردن مخرج کسر هم برش گفته میشه صحیح پس این دو هدف ما و شما امروز باید دنبال کنیم و بخوانیم خب شاگرده عزیز قبل که بریم سر تخته درس شروع کنیم کارخانگی درس گذشته رو باید با ما روان میکردید از طریق واتس اپ نمبرش هم 20964 780 255 -413. شاگرده عزیز پس میریم سر تخته درس شروع میکنیم. خب شاگرده عزیز و گرامی درس امروز ما و شما چی است؟ ترتیب انجام عملیات ریاضی در افاده الجبری منظورش چی است؟ معنایش است که ضرب باشد، جمع باشد، تقسیم باشد، توان باشد، قوس باشد کدام باید اول انجام بتیم؟ اگر یادتان باشد در اعداد رو گفته بودیم قبلا نه در سنف های گذشته خواندیم در سنف افت خواندیم اگر یادتان باشد در اعداد خو خب، ترتیب عملیات یاد داریم اول چی است؟ اول قوس باید انجام بتیم بعد توان بعد از چیه توان و جذب، بعد از او ضرب و تقسیم و در آخر هم جمع و تفریق صحیح اما در افاده الجبری هم به شکل است یعنی اول چی است اول قوس انجام بدیم و بعد از او توان البته به شرطی که داخل قوس ما و شما انجام شود یعنی به عنوان مثال اگر دو تا یک حد غیر متشابه باشه خب ما نمیتونیم یاره با هم اختصار کنیم صحیح پس نوشته میکنیم ترتیب انجام عملیات درس امروز ما و شما ترتیب انجام عملیات در فضای الجبری یک گفتیم چی است قوس رو باید انجام بدیم سیست پس اول چی اول قوس دوم چی است توان و جذر اگر البته جذر حاصل داشته باشه سیست سوم چی است ضرب و تقسیم و در آخر هم چی هست جمع و تفریق البته شاگرده عزیز دقت کنید هم توان و جذر هم ضرب و تقسیم هم جمع و تفریق چی است از چپ براست است یا یعنی منایشی معناشی است که اگر ما در یک افاده ما هم جمع داشته باشیم هم تفریق کدام باید انجام بدیم بین جمع و تفریق اولویت کدام است او که در سمت چپ قرار داره سایست اگر تفریق در سمت چپ بود دور باید انجام بده اگر جمع در سمت چپ بود دور رو باید انجام اول انجام بده ضرب تقسیم هم به این شکل است تا اینجا خوب فهمیدی حالا یک مثال کار میکنیم تا متوجه باشیم پس مثال گفته که افاده الجبری زیل را ساده سازید یا اختصار کنید سایست با مثال دو x منفی یک منفی قوس باز میکنیم منفی دو در x جمع دو قوس به در آخرم چی نوشته میکنیم با و مثبت دو x یا بگیم مثبت دو با نیر من پاک کنم که جای نمیشه کم کچکتر نوشته میکنم که جای مثبت دو x تقسیم بر دو زب در پنج x سیست پس ایر با نوشته کنم درس ما و شما چی بود؟ ترتیب انجام عملیات خب شاگرد عزیز این سوال با ما شما داده گفته ایره فدای الجبر رو چی کنید اختصار کنید خب ما چی داریم هم منفی داریم هم ضرب داریم هم تقسیم داریم هم قوس داریم صحیح خب اول باید کدام انجام بدیم قوس گفتیم قوس باید انجام بدیم پس ما قوس داخل قوس باید انجام بدیم خب داخل قوس باز چی داریم باز قوس داریم پس یعنی قوس کوچک باید انجام بدیم این قوس کوچک x جمع دو یا با هم جمع میشه میگیم نه خیر چرا جمع نمیشه چون x ای است این عدد است دو است نه گفتیم یا ای چی این اینا یک حدای حد متشابه یا مشابه نیستند یک حدای حد مشابه یک حدایی حد بود که قسمت متحول یا حروف آنها دقیقاً عین هم باشد به با عنوان مثال دقت کن چقدر عزیز 2x و 5 x هر دو چی هستند؟ متشابه هستن چون قسمت متحول از هم x است قسمت متحول از x است و یا با هم جمع میشه اگه بین مثلا با, با مثال مثبت باشه جمع باشه چی میشه یک تا از ایکس ها نوشته میکنیم و دوی مثبت با 5 مثبت هفت مثبت صحیح پس به میشه پس من این پاک میکنم خب شاگردان عزیز حالا انجام میدیم جواب بکشم چند میشه اول داخل قوس انجام میتونم پس این x جمع x جمع دو نمیشه ولی بین گفتیم در درس های گذشته گفتیم بین یک عدد و قوس هیچ علامه نباشد چی است علامه ضرب است درست است پس در اینجا ضرب است یعنی این منفی دو ما شما هم در x باید ضرب شود هم در دو خاصیت توزیع جمع با ضرب بالای جمع یاد تا پس ای باید هم در این ضرب شود و هم در این ضرب شود خب دیگر رو ما کار ندارم دیگر رو نوشتن میکنم فقط همین عملیات انجام میتونم پس مساوی شده با n 2x منفی ها که کار ندارم سه است این منفی قوس باز میکنیم این رو با ضرب بسازیم منفی دو ضرب اکس میشه منفی دو x آفرین منفی دو ضرب در مثبت دو منفی در مثبت میشه منفی دو دو هم چار سه است خب جمع دو x تقسیم بر دو ضرب پنج x مساویست است در مرحله بعد شاگرد عزیز باز دوباره چی رو باید انجام بدیم خب این قوس باید انجام بدیم باز منفی 2 با منفی 4 اختصار نمیشه چون متشابه نیست خب بعد از قوس چی بعد از قوس ضرب است خب یک ضرب در دا اینجا داریم درست است یک ضرب هم در دا اینجا داریم شاگرد دا عزیز ای این چی هست؟ منفی یک, یک عدد یک در پوشش است دیگه نه است منفی وقتی منفی منفی است دیگه همیشه یعنی این منفی باید چی شوه شاگرد عزیز این منفی هم دری ضرب هم دری ضرب چون قوس هست دیگه پس این باید چی کنیم؟ اختصار کنیم و اینی ضرب ما شما میتونیم در چی انجام صحیح است؟ البته قبل ضرب تقسیم هم داریم پس اول باید تقسیم انجام بتیم پس فعلا ما این اول انجام بتیم بعد میریم سراغ ضرب و تقسیم خب چرا رقم میشه شاگرد عزیز؟ پس این دو ایکس منفی هک ما هیچ کار ندارم 2x منفی هک خودش اینی منفی هک ضرب منفی دو ایکس. منفی در منفی مثبت یک دو دو مثبت دو ایکس سایست. منفی منفی چار منفی در منفی مثبت یک چهار تام صحیح است خودش نوشتم میکنم جمع دو اکس تقسیم بر دو زب در پنج اکس مساوی است خب شاگرد عزیز قوس ها خلاص شد آل چی است آل ضرب تقسیم است توان هم خود نداره ز... چی است تقسیم ضرب چی داره یک تا تقسیم جا داریم یک تا ضرب اینجا داریم پس اول این تقسیم رو باید انجام بدیم ای رو باید تقسیم کنیم بر هم دو اکس تقسیم بر دو چی میشه شاگرد عزیز دو اکس تقسیم بر دو به شکل است دقت کنید دو x تقسیم بر دو میتونیم به ایشک این شکل نوشته کنیم دو دور که دو خلاص کرد پس میشه x صحیح پس به این شکل میشه پس من نوشته میکنم کنم مساوی است با اینی دو x خودش منفی یک جمع دو x مثبت 4 ان دو x تقسیم بالا بالای دو تقسیم شو میشه مثبت x و ضرب در 5x خب در مرحله بعد چه چی میشه حالی این یک سزار در پنج یک باید چون زرب بسیار باید زرب بسازیم دیگه آباز کلش جمع است دیگه انجام میتونیم سعیست خب پس یه اردو رو باید چی کنیم ضرب کنیم عدد یک در پوش سر شند است عدد ندارد عددش یک است آفرین پس یک تا یک ماده پشت سر داریم خب اعداد چی بود در ضرب یک حد چرا خم میشد اعداد در عدد ضرب میشد متحول در متحول پس به می شک میشه مساوی است با باز دوباره دو ایکس منفی یک مثبت دو ایکس مثبت 4 صحیح خب یه اردار ضرب بسازید یک پنجید پنج میشه مثبت پنج ایک میشه ایکس ضرب در x میشه x مربع چون توانایش یک است با هم دیگه جمع میشه و در آخر چه رقم میشه آلی دیگه ضرب نداریم ولی کلش جمع و منفی است خب میتونیم چی کنیم اختصار کنیم خب اگه یادتون باشه گفتیم متشابه با هم دو x با, با اینی دو با اینی دو x و دیگه چی داریم یعنی منفی یک با مثبت 4 و اون 5x مربع که چون فقط x مربع است دیگه پس خودش نوشتم میکنم پس میشه 5 x مربع بین از ای ای دو اکس علامه علامه این ای دو x علامه نداره علامه چی است مثبت است یعنی دو x مثبت است پس چی میشه جمع میشه هم علامه هستن با هم جمع میشه میشه مثبت 4x مثبت 4 شاگرد عزیز دقت کنید دیر چارکس مربع نوشته نکنید چون جمع است در جمع چی است یک حده های متشابه یا مشابه را ما یک تا از اون متحولاش نوشته می کنیم اعداد پشت سرش با هم جمع می با توجه به علامش علامش اگر هم علامه بود جمع می اگر هم علامه نبود کم می کنیم صحیح است علامه عدد بزرگتر ولی در ضرب است که در اینجا دقت کن اینجا ضرب شد عدد در عدد متحول در متحول توانایی از یک است که شد چه شد 5 یک با, با مربع یا به توان دو توان یک با یک جمع شد. در ضرب توانا جمع شد در وقت جمع باشد دیگه یک تا از متحول های ایکس میکنیم و اعدادش با هم جمع میسازیم صحیح است پس ازشون غلط نشود خب پس 5 ایکس مربع جمع 4 ایکس و این منفی یک با مثبت 4 هم علاوه نفسن از هم کم میشن میشه 3 علامه عدد بزرگتر پس مثبت 3 خب شاگرد عزیز جواب آخر ما و شد آیا از بیشتر اختصار میشه میگیم نه خیر چرا چون متشابه نیستن ای پنج یک مربع است ای 4 است او هم مثبت سه است پس چی داریم یک سه حد داریم در آخر پس ما تانسم چی کنیم اختصار کنیم پس شاگرد عزیز دقت کنید ترتیب انجام عملیات در رفادای الجبری چی است دقیقا مشابه چی است اما اعدادی که ما و شما قبلا خواندیم اول قوس دوم توان و جذر ضرب و تقسیم و در آخر جمع و تفریق باید بتونیم انجام بدیم درست است شاگرد عزیز خب شاگردای عزیز و گرامی پس ترتیب و انجام عملیات در افادای الجبری را ما و شما خوانده و یک مثال کار کردم برای تشریح کردم فامیلی چه رقم میشه درست است پس من ما تیک مارک میکنم و البته عنوان دوم ما و شما چی است ناطق سازی مخرج کسری یا گویا کردن مخرج کسر پس میریم سر تخته و عنوان دومه شروع میکنیم خب شاگرده عزیز و گرامی ناطق سازی مخرج کسر پس نوشته کنم ناطق کردن و ناطق سازی مخرج کسر یا بعضی کتاب ها میگه گویا کردن مخرج کسر معناش همیسته اگر در ریاضیات ما و شما بعضی عملیات رو انجام بدیم سعی بعضی افاده ها رو اختصار میکنیم در آخر به چنین چیزی میرسیم که یک کسر داریم که مخرج ما و شما به عنوان مثال دو بر جذر ایکس است مخرج ما و شما چی است جذری است یعنی ناطق نیست درست است یعنی چی داریم جذری داریم به افاده جذری چی میگفتیم اگر یادتان باشد در اعداد جذری گفتیم چی اعداد غیر ناطق برش می‌گفتیم دیگه اگر جذر باشد در استفاده هم به مشکل است اگر ما و شما متحول ما و شما تحت جذب باشد میشه چی میشه غیر ناطق پس مخرج ما و شما جذب دارد پس ما باید جذر خلاص کنیم صحیح است به میگن چی عملیات میگن ناطق سازی مخرج کسر در صورت مشکل نیست شوگرد عزیز در مخرج در مخرج ما و شما اگر مخرج ما و شما جذر داشت به اون میگیم چی او او را باید ما و شما مخرج ناطق بسازیم یعنی جذب نباید داشته باشد خب ما از چه نکته استفاده میکنیم از این نقطه شاگرد عزیز دقت کنید به عنوان مثال ما داریم چی سه بر پنج تا عدد داریم ما میتونیم صورت مخرج از این در یک عدد ضرب بسازیم بله میتونیم فقط به شرطی که صورت و مخرج در یک عدد ضرب شود و او عدد هم غیر صفر باشد صفر نباید باشد صحیح است به عنوان مثال ما اگر صورت از این ضرب در 4 بسازیم مخرج هم ضرب در 4 بسازیم صحیح است چی میشه شکل عزیز 3 4 12 5 4 20 12 بر 20 با 3 بر 5 مساوی است صحیح است پس ما میتونیم چی کنیم میتونیم صورت و مخرج یک کسر در یک عدد دلخواه غیر صفر دقت کنید غیر صفر غیر صفر باید باشد اگر صفر باشه که صفر میسازه خلاص و اجمعنی نمیتونه پس در صورت مخرج یک کسر ما میتونیم در یک عدد غیر صفر ضرب کنیم در اینجا به اون شکل است ما میتونیم در یک افاده غیر صفر ضرب کنیم صحیح است خب من از این استفاده میکنم اگر مخرج ما و شما شاگردان عزیز اگر مخرج ما و شما فقط یک تا جذر داشت جذر x جذر دو، جذر سه، فرق نمیکنه ما میایم چی میکنیم؟ هم صورت هم مخرج در خود مخرج ضرب میکنیم صحیح پس ما ایر اگه ناطق سازی بخوام بسازیم میره ضرب در چند میکنیم ضرب در جذر x و صورت هم ضرب در جذر x ضرب میکنیم صحیح در خود مخرج خب چی میشه جواب ازی حاصل ازی رو بگین شاگرد عزیز دو ضرب در جذر x دقت کنید یعنی عدد جذر پشت سرش یک تا یک دارد دیگه نه دو در یک باید ضرب شود دو در تحت جذر ضرب نمیکنی ها. دو ضرب در یک ما شما چی میشه دو جذر ایکس پس چی شد دو, دو جذر ایکس اما مخرج چی میشه مخرج از تحت جذر با هم ضرب میشه پشت جذر با هم ضرب میشه پشت از یک است یک ضرب در یک میشه یک و تحت جذر با هم ضرب میشه درست است پس میشه چی جذر یک نوشته نمیکنیم پشت جذر عالی ایکس ضرب در ایکس چی میشه ایکس مربع صحیح است درست است خب میتونیم چی کنیم این مربع و جذر خلاص کنیم پس میشه دو جذر ایکس تقسیم بر ایکس درست است شاگرد عزیز پس تان اسلام چی شد؟ مخرج ما و شما دیگه چی است؟ جذری نیست. اصلا هم میگیم ناطق سازی کردیم. یک تا مثال دیگه کار کنیم از این؟ با نوع مثال چکر دقت کنید. شش تقسیم بر جذری سه. گفته رو ناطق بسازید. خب مخرج چی است؟ مخرج جذر دارد. سه است؟ پس در چی باز ضرب میکنیم؟ در خود مخرج. پس ما هم صورت زب در جذری سه میسازیم. هم مخرج زب در جذری سه میسازیم. خب چرا رقم بشه شش در جذر سه شش در تحت جذر ضرب نکنه بگیرید جذر اجزا صحیح گفتیم که عدد عدد در پشت عدد ضرب میشه صحیح در عدد پشت جذر پشت از یک تا یک داریم شش یک شش جذر سه هم که خودش میمانه اما تحت جذر در هم ضرب بشه سه ضرب در سه چند میشه نو میشه جذر نو هم چند هست؟ سه است پس میشه شش جذر سه تقسیم بر سه عالی سه و این شش رو میتونیم اختصار کنیم چرا چون بین شش و جذر هیچ علامتی علامه ضرب است وقتی ضرب باشه ما کنیم اگر جمع منفی باشه شما اختصار کرده نمیتونید صحیح پس اینی سر ما که شش اختصار میکنم پس جواب ما شما چند میشه اینی یک میشه اینی دو میشه پس میشه دو جذر سه که مخرج یکم هم نوشته نمیکنیم. پس شاگرده عزیز اگر کسر ما شما فقط یک تو جذر داشت مخرج از او پس در هم خود مخرج چی میکنیم ضرب میکنیم هم صورت هم مخرج ناطق میشه اما اگر به شک به سوال دقت کنید بازم ما ما شما داریم دو بر جذر ا با درجه سه پس مخرج ما و شما جزیست اما درجه سه است دو نیست خب آلی رو چه بسازیم چون درجه سه است درجه سه رو چه خلاص میکنه در اینجا درجه چند است درجه دو است درجه دو رو چه خلاص میکنه توان دو مربع سه به او خاطر ما در مخرج در میکردیم که توان شود مربع دو شود دو رو با جذب بتونیم خلاص کنیم سه در اینجا چون درجه سه است ما باید توان چ بسازیم سه بسازیم توان چند است توان است پس ما در ای به توان دو باید ضرب بسازم در جذر به توان دو که ضرب وقتی ضرب میشه تحت جذر میشه توانش چند شوه سه شوه پس ما هم صورت هم مخرج زب در چند میسازم ضرب در شاگرد عزیز ضرب در جذر ای به توان دو با درجه سه. سه است چون حالی تحت جذر هم ضرب میشه میشه ای به توان یک ضرب در دو میشه ای به توان سه با درجه جذر خلاص میشه پس صورت هم ضرب در ای توان دو با درجه سه خب ضرب میکنیم پس میشه در صورت دو جزر ای به توان دو با درجه سه در مخرج چی میشه؟ جزر با درجه سه ای به توان سه چون توان از دو است توان خود سوال هم یک است با هم دیگه جمع میشه میشه سه عالی اینی سه که درجه خلاص میشه پس در صورت میمانه دو جزر با درجه سه ای به توان دو در مخرج فقط یک تا ای میمانه پس چیش چقدر گرده عزیز؟ یعنی یک از ایست دیگه یعنی یک از بالا سیست ما اینجا نشته میگم پس چه شد مخرج ما و شما دیگه جذر ندارد پس شاگرد عزیز اگر ما جذر با درجه دو داشتیم فقط یک تا جذر درجه دو داشتیم از چی استفاده میکنیم از خود از خود مخرج هم صورت هم مخرج در خود مخرج ضرب می‌کنیم. اما اگر شاگرد عزیز جذر ما درجه سه داشت در چه در توان دو ضرب می‌کنیم. اما مخرج توان دوش چون توانش با هم جمع و شوه سه که درجه جذر خلاص کنه بر ما سیست اما ممکنه سوال طور دیگه باشه دقت کنید ما در اینجا مثال کار میکنیم با مثال با ما شما داده انیر داده است؟ دوی بر جزر ا یا به این شکل بگیم این رو به این شکل میگم ای منفی یک تقسیم جذر ای منفی یک من مثال ای با ما شما داده مخرج ما شما جذری است ولی کلش تحت جذر نیست این سوال قبل اگر دقت کنید مخرج کلا یک تا جذر دارد کل مخرج تحت یک جذر است که در همون مخرج ضرب میکردیم اما جذر ما فقط ا از شامل منفی یک نمیشه است؟ پس یا رو چه باید گویا یا ناطق بسازیم یا گویا بسازیم مخرجش. باید از مطابقت چی تفاضل مربعات یا مطابقت نام بود مزدوج برش میگفتیم است؟ از اون مطابقت استفاده کنیم پس دقت کن عزیز پس اگر به شک باشد من صورت مخرج باید ضرب در چی بسازم ضرب در مزدوج جزرعه منفی یک مزدوج جذر منفی یک چیست؟ معناش است که فقط تو این منفیش مثبت بساز پس باید زب داره جزرعه مثبت یک صورت هم به شکل مثبت یک باید بسازم سه است؟ چون اگر یادتان باشد شاگرد عزیز مطابقت مزدوج یا تفاضل مربعات در صنف هشتم خواندیم به این شکل بود اگر یادتان باشد باشد x منفی y در x مثبت وای صحیح است جوابش میشه میشه ایکس مربع منفی وای مربع این مطابقت بود چی تفاضل مربعات یا مطابقت مزدوج برش گفته میشه این قوس و این قوس مزدوج هم هستند یعنی فقط عدداش یا افادهش یکی است یکش منفی یک تاش مثبت است پس ما در مزدوج افاده مخرج ضرب میکنیم جذر منفی یک چی میشه میشه جذر مثبت یک صحیح فقط علامش تبدیل میشه وقتی یار ضرب کنیم چی میشه میشه حد اول مربع منفی حد دوم مربع این مطابق در سنف هشت ما شما خواندیم پس ما از این استفاده میکنم صحیح است صورت مخرج در چی مزدوج افاده مخرج ضرب میسازیم پس ضرب کردیم خب حالا چی میشه شاگرد عزیز پس ما در اینجا چون پیش جای نیست ما در پایین نوشته میکنم جواب شه. جوابش مساوی است صورت در صورت مخرج در مخرج ضرب کردم خب این رو ضرب در بسازید پس من ضرب نمیکنم داخل قوس نوشتهش میکنم ای منفی یک در جذر ای مثبت یک صحیح اما مخرج مخرج چی است تفاضل مربعات یا مطابقت مزدوج پس شد حد اول مربع منفی حد دوم مربع پس میشه جذر ای مربع منفی یک مربع صحیح است خب این اختصار بسازیم پس به شک میشه پس صورت که میشه ای منفی یک در جزر A مثبت یک در مخرج چی میشه؟ در مخرج این مربع که جز خلاص میشه میشه A یک مربع هم یک میشه منفی یک سایز دقت کن شاگرد عزیز این مربع از منفی نیست فقط از یک است اگر از منفی باشه باید داخل قوس باشه یعنی باید به این باشه منفی یک مربع در اون صورت مربع از منفی یک هم است که منفی رو خلاص میکنه فعلا مربع فقط از یک است پس منفی رو خلاص نمیکنه پس میشه A منفی یک خب عالی دقت کن شاگرد عزیز الی این ای منفی که ما شما میتونیم با این ای منفی خلاص کنیم صحیح است چی میشه مساوی میشه فقط میمونه جذر ای مثبت یک پس شاگرد عزیز فهمید چی رقم شد نه پس اگر ما بخوایم ناطق بسازیم مخرج یک کسره اگر فقط کل مخرج تحت جذر باشد کل مخارج تحت یک جذر باشد ما در همون مخرج ضرب میکنیم هم صورت هم مخرج رو. اگر توانش فرق می کرد درجهش فرق می کرد با اون مثلا درجه سه باشه ما در توان دو ضرب می صحیح فهمیدید چی رقم شد دیگه اگر اما به شک بود جذر ای منفی یک کل مخرج تحت یک جذر نبود صحیح باید از چی استفاده کنیم از مطابقت تفاضل مربات یا مطابقت مزدوج در مزدوج افاده مخرج ضرب میکنیم یا اگر منفی باشه ما در مثبتش اگر مثبت باشه ما در منفیش باید ضرب کنیم هم صورت هم مخرج رو سیس از اون مطابقت استفاده میکنیم جذر خلاص میشه و دیگه چی میشه باز میتونیم اختصار کنیم اگر اختصار شد اختصار میکنیم اگر نشدم نمیکنیم سیس چقدر عزیز پس ناطق مخرج کسر هم فامیدیم. خب شاگرده عزیز و گرامی بس این عنوان دوم تیک مارک میکنم ناطق مخرج کسر خواندیم چی است و سوال کار کردیم درست است اما کارخانگی کارخانگی ما و شما چی است تمرین های صفحه 146 کتاب باید حل کنید و به ما روان کنید از طریق واتساپ نمبرش هم 20964 780 255 40 13 درست شاگرد عزیز شاگرد عزیز و گرامی پایان فصل پنجم فصل پنجم ما و شما بخیر خلاص شد و ما و شما در درس بعد فصل شش شروع میکنیم خوب عزیزان شاگرد عزیز و گرامی مانده نباشین بخیر باشین وقت خوش خدا